میخواستم یه مطلب مهمی رو بهتون بگم. میخواستم بهتون یه پیشنهاد بدم. میشه لطف کنیم بشینی؟ آره، اینجا بشینه. میخواستم یه مبلغی رو بهتون پیشنهاد کنم، البته به صورت قرض. نگران نباش، پول غریبه نیست. پولی که از مهریه خالتون دست من رسیده. نه فاطمه، به تو نزدیکتره تا به من. این پول دست تو باشه درستره. من احتیاجی ندارم. نادیا خانم، منم قبلا مثل شما فکر میکردم، اصلا یه جور دیگه زندگی میکردم، حتی یه مدتی از اون ور پشت بوم افتادم، ولی نهایتا فهمیدم که فقر اصلا چیز خوبی نمیتونه باشه. برای اینکه زاهد باشی لازم نیست این دنیا تو خراب کنی. برای به دست آوردن یه آخرت خوب یه دنیای خوبم لازمه. نمیگم کافیه، اما لازمه. برای همین بود که تصمیم گرفتم کار کنم، یه کار تولیدی. گفتم اینجوری هم دنیای اطراف خودم رو آباد میکنم، اونم اندازه خودم، هم کار درست میکنم برای کسایی که دوستشون دارم به واسطه فقرشون. البته بعدا فهمیدم بازم دارم اشتباه میکنم. چیزی که دوست دارم فقرشون نیست، شرافتیه که به واسطه فقرشون دارن. همین، به خاطر اینکه وقتی که فقر وارد زندگی آدم ها میشه یه چیزایی با خودش میاره که تو تینت و ذات هیچ آدمی نیست. راجع به من چی فکر میکنی؟ همون فخر و شرافت که گفتی سخته؟ آره سخته، ولی ممکنه. مصداقش هم خیلی زیاده. من چی؟ مطمئنن اگه تو دختر پاکدامنی نبودی اون همه دشمن دور و برت نبود، اونم از اون جنس آدم ها. فقط یه فرصتی به من بده تا با پدرم صحبت کنم. پدر چطور؟ هیچ. مطمئنم اونم خوشحال میشه.
سلام. وقتی نشونی اینجا رو دادم باورم نمیشد که دوباره ببینم تو. ببخشین، پشیمانیت امانت شما مونده. سلام. علیکم سلام. قبل از این من هم در این موضوع خیلی فکر میکردم، لیکن وقتی دیدم که شما چه راهی را تعیین نمودین به خاطری که حقی را به صاحبش بدهین، من هم میخواستم که این امانت پیش من باشد. میخواستم از شما اجازت بگیرم، لیکن قول بدین که فکر نمیکنین به خاطری که من میخوام خودم را خوب جلوه بدهم، این پیش من باشد. میدونم سخته وقتی تصمیم میگیری که آدم خوبی باشی، حق کسی رو ضایع نکنی، کار بدی انجام ندی که بعدن روحت دچار عذاب بشه، اون وقت همه همین فکر رو میکنن که شما الان گفتی. میگن میخواد خودش آدم خوبی نشون بده، داره تظاهر میکنه، اما میدونی به نظر من اون کاری انجام بده که میدونی درسته. به اینا دقت نکن. اما من هم پیش شما امانت دارم که میخوام پیش شما باشم. یادتون اومد؟ آن ورقهایی که یادگاری پدرم بود. کدوم ورقا؟ همانهایی که موین آمد از صندوقچه مادرم برداشت و به شما بیارد. نامه های امو صبحان؟ نه. وصیت نامش؟ نه، آنها تعدادی مدارک سیکرت بود. مدارک سیکرت کدومه؟ اونا نامه های امو صبحان بود همین؟ من که فارسی خونده نمیتونم. موین که میتونست گفت که در آن اسناد اسم های آدم های آورده شدند که شما دنبالشان میگردین. چی شد؟ هیچ. اون اولا که اومده بودم اینجا و هیچ نشونی از بچه عمو صبحان نداشتم. به قرار بود بهش برسم و نمیرسیدم، نمیدونی چه حالی داشتم. همش میگفتم خدایا نکنه پیداش نکنم. اما حالا بعد ماجراهای سنم و اون اتفاقایی که افتاد، الان وقتی یه نفر میگه من بچه عمو صبحانم، نمیدونی چه حالی بهم دست میده. تمام دست و پام میلرزه. همش میگم خدایا نکنه اون ماجراها دوباره تکرار شه. یعنی تو فکر میکنی که منم مثل سنم به خاطر پول و زمین خودم دختر صبحا میگویم؟ آره؟ چرا خاموش هستی؟ جواب بده. منظورم این نبود. چرا نمیفهمی چی دارم میگم؟ وقتی سند و مدرکی در کار نیست، الا اینکه یه نفر میاد یه ادعایی میکنه، اون وقت منم که باید تشخیص بدم درست میگه یا نه. حق بده که به هم بریزم. همش نگرانم، میگم خدایا نکنه دوباره پیش خانواده‌ام، پیش پدرم زایشم. پس دیگه در بین ما حرفی نمانده است. تو که در عقل و هوشت شک نداری، مانده است دیگر اثبات این طرف. خداحافظ. نادیا خانم، سلام.
اومدم معذرت خواهی کنم. تسلیم. خوشحالی من از معذرت خواهی شما نیست، از این است که من ببین نادیا، منم آدمم مثل تمام آدمای دیگه، با همه اشتباهی که هر آدمی امکان داره بکنه. فقط نمیدونم چرا هیچ کس حق اشتباه برای من قائل نیست. از روزی که اومدم خودت کم و بیش در جریانی که با چه مشکلاتی درگیر بودم. خودتو بذار جای من، بهم حق بده یکم به هم بریزم. هرچند که اشتیاق پیدا کردن بچه عمو صبحان اینقدر زیاده که هر مشکلی پیش بیاد میارزه. مطمئن باش یگانه کسی که پول و زمین عموت رو نمیخواد من هستم. حتی اگر دختر عموت میبودم هرگز نمیخواستم که در این بازی وارد شوم. میدونم من هیچ وقت همچین حرفی نزدم. تو عاقل‌تر از این حرفایی. تو اصلا سن و سالت نمیخوره بچه عمو صبحان باشی. خیلی ممنون. به هر حال یه معذرت خواهی دیگه هم بهت بده کارم. نمیخوام دیگه در این مورد حرف بزنیم. در مورد یه مسئله دیگه است. واقعیتش اون مدارکی که به من گفتی، همونه که موئین به من داده بود، متاسفانه اونا اینجا نیست، تهرانه. نمیتونم بهت برگردونم. اون یادگاری پدرم بود. از من به یادگاری پیش شما باشه. نادیا خانم، این که میگی یادگارای پدرمه، من اصلا نمیفهمم چه چیزی فکرت مشغول کرده. ببین بالاخره این قضیه اینقدر برای من مهم بوده که کار زندگیمو ول کردم اومدم اینجا. خودت هم دیدی چقدر مصیبت کشیدم. مادرم میگفت بعد فوت خواهرش میخواستن او رو هم به جرم همدستی با او زندانی کنن. پدرم به خاطر نجات او نقشه میکشید، به خاطر من که خیلی کوچک بودم. بعضی سندهایی که از فاطمه مانده بود گرفت و به خونه پدریش برده دفن کرد. اما سندهایی که موین از دست من گرفت و به دست شما داد. بعدم به مادرم گفت که برو و به پلیس ها بگو که سندها اینجا هستند. الان کجاست؟ من هیچ وقت پدرم را ندیده بودم. فکر میکردم که مرده است. حتی نمیدانستم که در اردوگاهی کار مجبوری است. تا زمانی که یکی از زندانی های اردوگاه آمد و به من گفت که پدرت مرده است. ای کاش نمی آمد و نمی دید مرا. او زندانی مراد بود. بعد از 5 سال سندها را با یک مدال شجاعت به مادرم برگرداندند. ممنونم که به من اطمینان کردی. خدافظ. راستی دیر وقته، میخوایم برسونمتون. نه تشکر، میخوام در تنهایی قدم بزنم. بسیار خوب، شب بخیر. راستی حامد، از آسایشگاه برام تلفن کرده بودن، مادرم میخواد تو رو ببیند. بسیار خوب، حتما. فقط باید لطف کنین قرار برای فردا صبح هماهنگ کنین، چون من ساعت 11 پرواز دارم، باید برم. با ایران؟ با سلامت رای سفید. زرنگتر از اونی که فکر میکردم لحظه آخر که نگاهش سوی دنیا بود، بالاخره زیر زبانش کشیدم. نقشه گنج با دستی توست، شایدم خودی گنج. پس یاور رو تو کشتی؟ نه دیگر، این طور نه، یک سهم را سهم حکم کردم. تو هم که بادت نمی آمد
از سری راحت برداشتم. پس شو از راه. من مثل اون احمق نیستم، عاشق سینه چاک و گرفتار و خاکستر نشین بیکنم خودم را. با آنکه از ایران آمده بیرم، فقط بگو نقشه گنج کجاست. من نمیدونم. نه دیگه، من به تو دروغ گفتم، یاور به من چیزی نگفت. اما تو به تو گفتم فهمیدی از کی حرف میزنم و منظورم چیست؟ پس شو دور شو از راهم. من یاور رازدهان شعر کشیدم برون از دستی آن که با آن ایرانی هم دست شده بود. فهمیدی منظورم کیست؟ آن کاسی زبر و زیرن که سری شیطان کلاه میگذارد. تو کی جای خود داری؟ سوار شو. فقط خدا کند که اخر توی کلای تو باشد. من آنقدر حرفه ای نیستم که در یک هفته دو نفر رو بکشم. پشت را کشتار. الو فرید. الو. بله آقا، عرض ادب داریم. شرمنده فرمودید. از حامد خبر داری یا نه؟ نه آقا. نه خیر. چطور؟ من از تو بپرسم یا تو از من میپرسی؟ بله. ببخشید. قرار بود بیاد نیومد. گفت بازم زنگ میزنه نزد. به هتلش زنگ میزنم میگن نیست. تو خبر نداری؟ نه آقا، من دنبال بدهکاری ها و گرفتاری ها و بدبختی ها و زیر قل زدن ها. آقا ببخشید، یه افسر داره منو جریمه میکنه. فعلا خدافظ. خدافظ. الو الو، بعد نیست رو ببینی. بین 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 چی کار کرد؟ ناراحت نشو، دوباره ببین. صد بار دیگر خواهی ما نشان میدیم. نگاه کن. یک بار دیگر بگو. گفتم از جونش چی میخواهی؟ پس درست شنیدم. معلوم است که قافیه را باختی، وگر نه باید میپرسیدی که من از جان تو چی میخواهم. البته من به این موضوع کار ندارم، چون هرچی بیشتر عاشق و دوستدار ایدگر باشد برای من بهتر است، چون زودتر زبان باز کنید. حالا بگو، گنج در دستی توست یا باز یکان جای دیگر بردید؟
فکر میکنی من میتونم حرف بزنم؟ زبانت رو کنه بستم، میتونم دستانت رو هم باز کنم، نمیترسم از تو. تو بهانه دیگری نداری. آره دهنم بسته است، چون من هرچی میگم تو نمیفهمی. آن دخترک رو هم همین طور فریب دادی؟ با زبانی چرم و نرم؟ آزادش کن بذار بره. مثل آنه که کسانی که تو را به اینجا آوردند بسرت زدند که اینقدر از جان میگویی؟ من جای اون گنجو نمیخوای، پس آزادش میکنی همین الان جلوی مادرش تو آسایشگاه. جلوی همین دوربین باید بگه آزاد شده و کسی کار به کارش نداره. بعد هم این فیلمو میارید اینجا، من این فیلمو میبینم، اون وقت جای گنجو بهت میگم. مگه اون گنجو نمیخوای؟ بجام دیگه، یلا باور نکن.